الله متعال می فرما ظهر الفساد فی البر والبحر، فساد در خشکا و در بحر آشکارا شده. چرا آشکارا شده فساد؟ مراد از فساد ایست هر چیزی که برای کدام چیز الله، برای کدام مقصد و هدف الله پیدا کرده، اما هدف به وجود نبیا، او هدف به دست نبیا، بلکه خلافی از او به دست بیا. باران برای ازی نشوه که کشتا سیراب شوه، دانه ها زیاد شوه و کشت از بین نروه، بلکه باران حیثیت طوفان بگیره، سیلاب از پیش جور شوه. ابرها به خاطر خوشخبری بندگان الله نمی باشه که بگویه والا خیلی گرمی زیاد شده باران شوه، هوا یک کمی خنک شوه، بلکه طوفان ها را در دنبال داشته می باشه که مخلوق تبا شوه. الله متعال گرمی را به او اندازه بکنه که از اصل حالتش اضافه شوه، از حد برایه و مردم خیلی تنگ شوه. اینطور حالات ما و شما همه روزه می بینیم. دنیا امن خود از دست بده، بی امنی بیایه، اعتماد خود از دست بده، بی اعتمادی بیایه، هرج مرج، بی بندوباری آنقدر اضافه شوه که پرسان نکن. پادشاه برای عزیزه که نظم بیایه، اما آلی برعکس شوه، پادشاه برای عزیزه که دیگرگونی زیاد شوه. حکومت برای عزیزه که ملت به آرامی زندگی بکنه، ولی برعکس حکومت آلی برای عزیزه که هر قدر مظلوم است و دیگم چکیده شوه، دیگم شکنجه شوه، دیگم پایمال شوه، ولی او کسی که ظالم است او بالا رونق بگیره. ای همونطور نمیه، ای حالت ها همونطور تبدیل نمیشه. ای وقت تبدیل میشه که ما تو تبدیل کنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. زمانی که بندگان الله حدود الله را مراعات نمیکنه، زمانی که بنده الله الله را فراموش میکنه، زمانی که بنده الله دنبال سرکشی روان است و بنده هوا و هوس و خواهشات دنیا و مال و متاع و جاه و جلال دنیا میشه، اینجاست که عذاب الله دامنگیری ما میشه. و این عذاب الله برای دامنگیری ما به این خاطر است که بنده مؤمن پس بیدار شود، خود یک کمی درست بسازد، از خواب غفلت بیدار شود.